سلام، به کانال من خوش اومدی. من نیوشا هستم، یک بازیگر مهاجر. شیر گذاشتم گرم بشه، منتظرم که داغ بشه. با عسل قاطی کنم، همونجور که گفتم اصلا چیز داغو با عسل قاطی نکنید. میدونید که الان شیر من الان سرده، داغ نیست. آقا میگن که نباید عسل توی آب داغ و اینا بریزی، یعنی چیزی که داغه بریزی، ولی خب دیگه من باید شیر داغ بخورم، مجبورم دیگه. حالا فوقش خاصیت عسل میره دیگه، در نهایتش اینه. اینجا هم حاضر و آماده لیوان آبو گذاشتم، آخرین آنتیبیوتیک فارماتون، باید خودم قوی کنم. و الان ورزشم هم کردم، اومدم اینجا نشستم، میخوام با شما صحبت کنم. شیر سر رفت. این از شیرمون. یه قاشق عسلم بریزم، دو قاشق بریزم. این یکی، اینم یکی دیگه. خب داشتم میگفتم من ورزشم هم کردم، میخوام یه خبری رو بهتون بدم. در طی دو روز با ورزش و اون کمخوری که براتون توضیح دادم، یک کیلو نیم کم کردم، یعنی 67 رسید به 65.5. عالیه. دیروز تازه 65.5 بودم. امروز وزن نکردم خودمو. یه روز در میون وزن میکنم که تو ذوقم نخوره. و اینکه خیلی خوشحالم، ولی فکر کنم امروز دوباره بهم خیلی کالری برسه، به خاطر اینکه سال نوه و دیگه حسابی قرار کالری به بدن برسونیم، چون من و مصطفی تصمیم گرفتیم که یعنی اول قرار بود بریم اسکیشهیر، بعد پشیمون شدیم به خاطر اینکه گفتیم نمیارزه دو سه روزه بخوایم بریم. بنابراین تصمیم گرفتیم که خودمون دوتا جشن بگیریم، چون اینجوری نشستم. بنابراین تصمیم گرفتیم که خودمون دوتا جشن بگیریم، چون قبلتر دوستامون هرچی بهمون زنگ زده بودن که بیاین پلن بذاریم فلان، بهشون گفته بودیم ما میریم اسکیشهیر، بعد همه دوستامون پلنهای دیگه گذاشتن، الان ما کسی نبود باش پلن کنیم. به خاطر همین گفتیم که خب برای اولین بار چی میگن سال نو رو دوتایی تنها تو خونه خودمون داشته باشیم، چون پارسال هم ما سال نو با هم بودیم ولی خب با دوستامون بودیم، ولی امسال میخوایم دوتایی با هم دیگه سال نو رو نو کنیم. دیروز رفتیم مترو مارکت، کلی خرید کردیم، کلی چیز خریدیم، ولی فکر نمی کردم اینقدر رقم ها سنگین باشه. یعنی همه چی خریدیم، یعنی چیزی نموند که نخریده باشیم. حالا ویدیوشو احتمالا قبل این ویدیو براتون میذارم. مثلا لبو خریدم، کدو خریدم، اینا همه دیگه یخچالمون جا نداشت، اینا رو بیرون گذاشتم، چون من وقتی که میرم یعنی تو کم خوری و کم کالری خوری، سالاد میخورم، لبو میخورم، کدو تنبل میخورم، اینجور چیزا خیلی، چون کالری خیلی پایینی داره ولی خب آدمو سیر میکنه، بنابراین استفادهم زیاده. فکر میکنم که امروز شما رو همراه خودم داشته باشم تا شب که میخوایم میز بچینیم و سال نو رو با مصطفی جشن بگیریم. یه سری چیزا میخوایم حاضر کنیم برای شب، یه سری کارا میخوایم انجام بدیم، حالا کار خاصی هم نمیخوایم، قراره یه میز خوشگل با مزه های خیلی خوشگل بچینیم و کنار هم سالمون رو تحویل کنیم. اینا هم باید بریم تحویل کنیم، سال تحویل کنیم دیگه، سال رو نو کنیم. سال رو چجوری نو میکنن؟ سال گذشته رو ول کنیم، به سال بعد برویم. نمیدونم، خلاصه کل ماجرا این بود که براتون تعریف کردم امروز با من همراه باشید. اگه تا الان با من همراه بودی و دیدی که منو سابسکرایب نداری، همین الان سابسکرایب کن و لایک و کامنت فراموشت نشه. ضمن اینکه اینستاگرام منو فالو کن، چون اونجا با هم میتونیم بیشتر در ارتباط باشیم. بعدم خاطرات و اینا برای من کسی نفرستاده از اینجا، چرا نمیفرستیم؟ بفرستیم دیگه. بابا تو ولاگ قبلی گفتم برای من خاطراتتون رو، حالا حتی به صورت وایس
یا حتی سختتونه آره دیگه، به صورت وایس هم میتونید بفرستید توی دایرکت اینستاگرام، چک میکنم همه رو. بعد میخوام یه ولاگ بیام اینجا بذارم خاطراتتون رو بخونم. و اینکه خلاصه که من امروز خوشحالم، امیدوارم شما هم خوشحال باشید. پس بزن بریم. اینم یادم رفت بگم، موهام داره بلند میشه، هیچ شکل و فرمی نمیگیره، میخوابم هم اینجوری پف میکنه میره بالا، هیچ راه دیگه ندارم. اینجا هم دیدم تو ویدیو شکل شاخ شده، ولی وای نمیسته چیکار کنم، همینه. تحمل کنید، موهای منو تحمل کنید، بلند میشه خوشگل میشه، به خدا راست میگم. خب همونطور که بهتون گفتم امروز فقط ما ساخت و ساز داریم دیگه، به خاطر اینکه یه سری چیزا میخوایم برای شب حاضر کنیم. الان من میخوام از ماهی شروع کنم. ما میخوایم شب ماهی بخوریم و یه ماهی ما قبلا گرفتیم که اسمش رو تو ترکیه بهش میگن کالکان بالک، ماهی کالکان، که به فارسی من نمیدونم اصلا چی میشه، ولی یه ماهی این شکلیه، دستاش که نه، بالاش این شکلی پخه، خودش هم این شکلی اینجوریه، بعد خارای دایره دایره روشه، نسبتاً هم یعنی جز ماهی های گرون قیمته، ولی مثلا من اصلا با ذائقم جور در نیومد یه بار درست کردم، شاید من بلد نبودم که درست کنم. مصطفی گفت اینجوری با این روش اینو اینجا درست نمی کنن، من تو ایران اصلا اینو نخورده بودم نمیدونستم. یعنی من برداشتم اینو توی مثلا همین سوسی که درست میکنیم برای ماهی که مثلا بو نده و اینا، یه چند ساعت گذاشتم اون، بعد تو روغن سرخش کردم، بعد وقتی آوردم انگار مثلا داشتی روغن میخوردی، خود ماهیه این روغن میمونه، که بیشتر من اینجا دیدم تو مزه مثلا راکی و این چیزا ازش استفاده میشه. یعنی بعد از اون امتحانی که کردم دیدم که برای مزه راکی و مثلا مشروب و این چیزا ازش استفاده میشه. بعد پرسیدم از این ور اون ور، یه سرچی زدم، گفتن که آقا جان اینو کلن اینقدر روغنیه بهش روغن نمیزنن، که این اصلا تو فر درست میکنن، کلن یه با فرچه روش یه لایه روغن زیتون میمالن، مثلا اگه ادویه چیزی هم بخوای میزنی و میذاری تو فر و اینجوری کمپلت ماهیه حاضر. ولی ماهی نیست که مثلا بتونی با سبزی پلو بخوری و این چیزا، نه. به نظر من فقط میتونه مزه خیلی خوشمزهی باشه برای درینکاتون، وگرنه برای ما ایرانی ها مثلا اینجوری نیست که اینو بتونی با سبزی پلو بخوری، نه اصلا نمیشه. حالا الان من ماهیه رو میارم شما ببینین. البته ما برش برش زدیم، الان من یه بسته برشدارش رو میارم، چون باید پوستش رو بکنیم. بعد من خیلی بدم میاد اگه 1% ماهی بو بده، به خاطر همین بهش چیز خاصی نباید بزنی اصولا، ولی من میخوام یه دوتا سیر رنده کنم تا عصری یه طعم سیر بگیره، بعد دیگه موقعی که میخوایم بذاریم تو فر هرچی که میخوایم بهش اضافه میکنیم. حالا الان ماهی رو میارم ببینی، اینجا گذاشتم اون بره، ببین این ماهیه، ببین میبینی خاراش چه شکلیه، متفاوته، اصلا پوستش متفاوته، همه چیش پشتش این رنگیه، این شکلیه، این ورش این خارا داره. حالا اگه کسی فارسی میدونه که به ایرانی به این ماهی چی میگن برای من کامنت کنه، من خیلی مشتاقم که بدونم، ولی نمیدونم. چاقو بیارم ببینم موضوع از چه قراره. پوستشو اول میخوام بکنم، چجوری پوست ماهی میکنم، بعد تخته بیارم. و من بلد نیستم این کارا رو، تخته. خب بذار ببینیم با تخته میتونیم اینو ردیفش کنیم چه شکلیه. بوی میده اه مامان، مامان نخواهیم اینو بخوریم کیو باید ببینیم. بابا مصطفی میره یه چیزای سخت میگیره، البته بیچاره خودش گفت من پوستشو میکنم مامان، تا از اونجایی که من آدم عجولی هستم و اصلاً صبر ندارم و فقط کار کردن خودم رو قبول دارم که یک نوع در واقع این بیماری محسوب میشه، منتظر مصطفی نموندم. بچه من دارم موفق میشم. ای مامان، خب ای آها، گوشتش هم کنده شد که
چی میشه این آخرش؟ آقا من قطعتون کنم بذار این ورشم بکنم بعد دیگه. این کار مصطفی نبود، کار منم نبود. با سختی و مشقت فراوان پوستاشو کندم، ماهیا این شکلی ان الان. حالا خدا رو شکر کم مونده، به خاطر اینکه خیلی من خوشم نیومد ازش راستشو بخواین، یعنی به اون همه پولی که بابت این ماهی دادیم واقعا نمیارزید، مثل که کمیاب نمیدونم. حالا خلاصه من این سیر رو رنده کنم روش. ای افتاد اون یکی سیرم بود اینها. سیر رو رنده میکنم روش تا اینکه هم دو تا دونه سیر فقط رنده کردم، ببینم چه میشود، چون میخوام با دستم قشنگ ورز بدم به همه جاش بخوره. خیلی نمیخواستم چیز مثلا طعم عجیب غریبی داشته باشه، همین طعم خودشو داشته باشه با فقط بو نده. این چهارتا تیکه ماهی رو من میذارم تا عصری بمونه، یه ذره طعم و عطر سیر بگیره، میذارمش توی یخچال. جا نداره یخچالمون. آها الان این سبزی ها رو در بیارم بشورم، دیشب خریدیم، بعد اینا رو بشورم. این هم سبزی هم. همین چند تا تروبچه رو خریده بودیم. این روکاست گذاشتم ضد عفونی بشه، این هم اسمشو نمیدونم ولی این برگا یه ذره ترشمزه است. این هم که کاهوه. این هم کیکیه که مصطفی درست کرد، با پودینگ و بیسکویت این کیک رو درست میکنن، اینجا بهش میگن موزاییک پاستا، یعنی کیک موزاییک. خیلی هم باحال و خوشمزه است. ماهی داریم، ماهی درست کردیم، کلا غذاهای دریایی دیگه داریم، یعنی خوراکی‌های دریایی، مزه‌های دریایی، و منتظریم که الان مصطفی بیاد شروع کنیم. هپن چاو شو. میگه همش من کار می‌کنم. باید کار کنه ولی چی؟ هپ اوتوری، هپن چاو شو. میزمونم همینی که می‌بینید، دو تایی با هم این سال نو رو آغاز می‌کنیم. جای شما خالی. بری افنده ایت میکر مسی اینم نون داغه. اینا رو هم غذاهای دریایی و اینا مصطفی ردیف کرده اینجا، سالاد و مالاد و این چیزا هم درست کردیم. بقیه چیزا رو هم بیاره که میگوه هنوز داره سرخ میشه و اینا دیگه جمعون جمع میشه دیگه. جای همه تون خالی، امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی داشته باشین، بهترین ها براتون باشه، بهترین اتفاقا براتون بیفته. سن بیشه ایسته میرسون سویلین انسان هره.
Herkesin yılını kutlarım, yeni yılını. Umarım 2023'ten daha iyi bir yıl geçirirsiniz. İnşallah. Ne İyi. Bence bu kadar yeter. Evet. Bence de. Öyle. Şu an rakı dolduruyorum. Biraz içeyim sonra konuşuruz. Oha. Asıl yavru burada. Evet. Oo. Çok güzel olmuştu. İnşallah şunu sıcağından sakinse. Bir şey olmaz. اینم یه مدل میگوه که با میگوهای کوچولو کوچولو که با سیر در واقع درست میکنن، سیر و یه سری ادویه‌جات که مصطفی استادشه دقیقا و خیلی خوشمزه است. تشکر داره. عافیت olsun. Hadi bakalım. Haydi. Cheers. Cheers. Daha çok var. Saat daha 7:30. 7 çeyrek. 12'de konuşuruz ya. Onu niye ters taktım dedi. Arkadaşlar şimdi bu karides. Bekle. Deniz mahsulleriyle yılbaşı yapalım dedik. Karides, kalkan, islimi diye deniz ürünleri salatası. Bu da nişe salatası. Bunu sarmaları nişe sarmadı. Hazır aldık. Şu turşuları nişe yaptı. Şunları ben yaptım. Cacık nişanın, makarna salatası nişanın bu benim. Mozaik pasta bunu ben yaptım. Greyfurtla portakalı da nişe doğradı. Bu buzları da ben yaptım. این تو هم نونه داغه بازلمایی ده بین یپتم ارخداشتر یالانس اونو آلدیک اما انم چوک گزر بازلما یپر اوه دورو سویلیو من دنیدیم بیکاش کره اولمیو بین یپامادم اوه اوستا انه اما بونو شیمدی باک شو تریاه قریدس بونون ایچینده بول تریاه وار سارمساق وار پول بیبر وار اوف Hadi bakalım. Güzel. Güzel oldu. Oh oh çok sıcak. Yandı. Yandı Mustafa yandı. Yok yok. Ama güzel. Çok güzel. Bir tık fazla pişirmişim. ما انقدر تون تون شروع کردیم به اینا رو درست کردن اصلا وقت نکردیم که مثلا طرز تهیهش و اینا رو بخوایم نشون بدیم توی این ولا که همه تون قطعا بلدیم ولی خب اون مدلی که درست میکردیم دوتامون تو آشپزخونه یکی این ور درست میکردیم یکی اون ور یعنی تون تون داشتیم فقط چیز میز درست میکردیم ما ساعت 4 شروع کردیم به درست کردن اینا الان ساعت 7:15 دیگه 7:15 یعنی 3:15 همسایمون الان برامون یه دونه شیرینی اینا بهش میگن شیرینی یعنی دسر دسر آورد اسم نه؟ گلاج اینه یعنی مثلا توی این شیر به کار رفته با ورقه های بورک و سالانوزا دارم ایک دوبلن ایکنجی دن سونرا براز دارم باشید شیطنت مصطفی اوت کرده بعد روش گردو ریختن و انار منم تا حالا نخورده بودم ولی خانم با سلیقه‌ای داریم در همسایگیمون که بهتون گفتم ایرانیه و من نمیدونستم که ایرانیان ایشون بعد یهو یه روز اومدن خودشونو معرفی کردم به من به فارسی که منم ایرانیم من جودم عقب عقب میرفتم فکر کردم دارم خواب میبینم ولی خب خوبه دیگه اینم شانس من بوده که وقتی از مادرم دورم یه خانومی مثل مادر اینجا کنار من باشن خیلی هم خانوم دوست داشتنی و مهربونی هن میدونم ویدیومو میبینین دستتون درد نکنه ببین که دوبله اشتین گلدن تپمه چختم
Geldi buraya oturdu, onun yeri orasıydı. Şimdi dans yap. Emir komuta orada arkadaşlar. O diyor ben yani dans yap diyor, böyle yapıyorum. Sus diyor susuyorum. Konuş diyor konuşuyorum. اینجا بود که مصطفی موبایلشو دستش گرفته بود و داشت اینور اونور به فامیل و نمیدونم دوست و آشنا و همه زنگ میزد و سال نو رو تبریک میگفت. خب ما تا الان تو خونه بودیم، بعد نشستیم هم درینک زدیم، هم مزه پزه خوردیم، هم غذا خوردیم، کلی واسه خودمون فرق خوردیم دیگه. بین اون زنگ زدیم، عید و تبریک گفتیم، به خانواده زنگ زدیم، به بزرگترا زنگ زدیم، به خاله زنگ زدیم، عمو زنگ زدیم، به همه زنگ زدیم، عید و تبریک گفتیم سال نو رو. و الان ساعت 11:35 است و ما تصمیم داریم که یکم دیگه بریم همین دور اطراف خونمون یه چرخی بزنیم و ببینیم چه خبره، چون که در واقع با ماشین نمیتونیم جایی بریم به خاطر اینکه الکل خوردیم، خب خطرناکه و مشکل پلیس و اینا هم هست دیگه به حال، چون که نباید اونجوری رانندگی کرد. بنابراین ما مجبوریم که بدون ماشین بریم و بریم میذاره این دور و بر دم خونمون پیاده روی کنیم و ببینیم چه خبره. ساعت 11:45 ما داریم میریم بیرون. بودو بریم، بودو بودو مصطفی بودو 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 عربه لگی دلیم ها؟ الان نگهبانیمون گفت توی این خیابونای دو طرف اطرافمون به شدت پلیس وایساده و تست الکل میگیرن، خیلی مواظب باشید. و ما اینجوری بود که خب پس ما میریم اگه یه جایی رو دیدیم که مثلا پلیس مولیس هست و فلان، ماشین رو پارک میکنیم و پیاده میریم. گواهینامه‌شون رو باطل میکنن و نمیدونم این داستانا داره، این خیلی بده. نمیدونم اگه یه بار بگیرن چرا سهرابای سنا در جنب بگیم تا تمام بنده شیم یا نمیده دیل که نصف دیل؟ اهلیتی یانده دیل مه؟ هایر پولیسلری گستر، ارده دا پولیس وارده، برده دا پولیس وارده. آه، پشتمونم پولیس هست، جلومونم پولیس هست. دقیقا این پولیس ها رو ببین. دیدین، دیدین دقیقا پولیس وایستاده تست الکل و اینا. و ما خوششانس بودیم که فعلا مصطفی رو نگه نداشتن. محله تیله داریم میریم سمت لوند. پر پولیس. زیداد معنی آدامس یا سنگه؟ خیلی هم افتخار میکنه به این که این از بچگی از قدیمی های ما بوده، بعد نه مزه داره نه هیچی، میگه سقزه. میدونم سقزه ولی فکر کنم آدامس نیست، واقعا خود سقزه. عرب باجه چوخ اسکی گزل سقز با گزل چو گزل دیشلریم شی اولده آرده بیراز سرت اولابیدر اما گزل سقز. Evet. نه که اینجا خیلی رستوران و اینا هست، به خاطر همین خیلی شلوغ شده، پر از پلیس و پر از آدم و پر از ماشین. و یه جایی الان اگه ما این مسیر رو مستقیم داشتیم میرفتیم، همینجور میرفتیم، وقتی که میخواستیم برگردیم تو مسیر اونور خیابون رو دیدیم یه عالمه پلیس، یعنی پلیس معمولی هم نبودن، مثلا پلیس های یکان ویژه ما، اینجوری وایستاده بودن ماشینا رو میزدن بغل برای تست الکل. بعد ما همین سمت راستمون یه خروجی راست دیدیم، مصطفی گفت نه این خروجی راستا من برم تو ماشین رو پارک کنیم بیایم بیرون. گفتم باشه. الان اومدیم ماشین رو پارک کنیم بریم آب مرکزیه که دیروز او طرف دیگه چقدر بشوه بی طور نه ماشین رو پارک کردیم بریم بیرون ببینیم. اما هر یرده پلیس وار عربایله گزرمز یعنی. اوید اوید مثلا الان ما اومدیم دور و اطراف خونمون همین سمت اتیلر داریم میگردیم،
اینجا تو بیرون مثلا خیلی بگی مراسم خاصی باشه و اینا نیست، ولی مثلا من کشورهای اروپایی که رفته بودم مثلا نزدیک کریسمس خیلی بیرون جشن و مراسم و اینا بود، یعنی خیلی فرق داره با اینجا به نظرم. حالا مصطفی میگه که مثلا جاهایی مثل تقسیم و بشیکتاش و اینا اونجور جاها اون مراسم ها هست، مثلا تو بیرون مراسم سال نو دارن و بزن به رقص و اینا، ولی توی این ناحیه نه، جاهای کنارتر اینطور نیست. مصطفی اصرار میکنه که بیا تاکسی بگیریم من تو رو ببرم به شیکتاش مثلا این مراسم ها رو ببینی و اینا، و من گفتم بابا دیگه ساعت الان 12:15 شبه، برای چی ما از اینجا تاکسی بگیریم بکوبیم بریم تا به شیکتاش تا بریم؟ از اون ور باز تاکسی اگه گیر نیاریم، اینجا استانبوله، تو استانبول تاکسی به زور گیر میاد، تاکسی گیر نیاریم، حالا ماشینمون رو بعد اینجا گذاشتیم با تاکسی بیایم برسیم به ماشین، خب کلی داستانه. گفتم پشیمونش کردم، بریم خونه به ادامه بزممون میرسیم، 2 ساعت دیگه هم میخوابیم. اینم از سال نو ما، شما همراهمون بودین، شما رو همراه خودمون داشتیم، این برامون بزرگترین اتفاقه. ستون داریم خیلی زیاد، فقط حیف که مصطفی حرفای منو متوجه نمیشه، بعد از زیرنویس میفهمه. Evet. اما کاش که من فارسی بلسیدم، نیشانن هر dediğini anlasaydım. Bana ne diyorsa bilseydim. Ama iyi ki pardon ya. Ne yazık ki bilmiyorum. O zaman şey yapıyoruz. Mersi ki bana hemroh budin. سالتون قشنگ باشه. مطلع Happy New Year. Happy New Year. Bye bye.